در سالها و به ویژه در ماه‌های گذشته گفتگو بر سر مسائل زنان تغییر کرده. در انتخابات کاندیداهای ریاست جمهوری وعده و وعید برای تعدادی وزیر زن دادند. هرچند بعد از انتخابات خبری از وزیر زن نبود، اما این خود بحث‌های زیادی را دامن زد. مثال دیگر این که این روزها بحث بر سر بدحجابی یا راه‌های مبارزه با بدحجابی نیست. بحث بر سر این است که آیا حجاب باید مقوله اختیاری باشد یا نه؟ این عکس‌ها تنها نمونه‌ای از ده‌ها عکسی است که در ماه‌های گذشته دست به دست و شبکه به شبکه در فضای اجتماعی می‌چرخد. دختری روسری به دست بالای سکو رفته. حکومت برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، سطحی شیبدار روی سکو ساخته و بعد دوباره کسی یا کسانی پایه‌ای روی این سطح ساختند برای ایستادن دختران روی سکو. دختران خیابان انقلاب بحث‌های زیادی را دامن زدند، چه در میان فعالان حوزه زنان، چه در میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی، چه در سطح مقامات حکومتی. در بهمن ماه امسال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارش 20 صفحه‌ای منتشر کرد و پدیده موسوم به بدحجابی و فراتر از آن مسئله زنان را یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی دانست که جمهوری اسلامی با آن روبروست. این تحقیقات اگرچه به تازگی منتشر شده، اما بین سالهای 85 تا 93 انجام شده و نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان در این پژوهش در سال 93 معتقدند حجاب مسئله شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. صدا سیما در برنامه دور همی دخترانه نظر چند نفر را در مورد حجاب می‌پرسد. این شال نمیتونه ضرری برای من داشته باشه. اینجا خیلی حجاب اجباری که میگن حالا حتما همه باید این مدل باشن نیست. هر کس دوست داره میتونه چادر سرش باشه، هر کس که دوست نداره میتونه این مدلی باشه و این اصلا اجباری نیست به نظر من. اگه یه مقدار مثلا سفت و سخت‌تر بگیرم قضیه رو، یه ذره بهتر میتونم مثلا تو جامعه رفت آمد کنم و خیلی راحت‌تر هر جا که میخوام برم. مثلا امنیت رو فقط میخواستم بگم که ایشون گفتن به این شکل، فساد درست همه جا هست ولی کم و زیادش هم خیلی مهمه که در واقع با این حجاب و پوشش یه رابطه عکس دارن. هرچی حجاب کمتر، پوشش کمتر، فساد بیشتر. علی‌رغم نگاه صدا و سیما، نحوه زندگی و پوشش بسیاری از زنان و دختران گویای آن است که التزامی و یا اعتقادی به حجاب ندارند. البته نگاه‌های دیگر از اتفاقی تازه در زیر پوست شهر می‌گویند، از دخترانی که حجاب اجباری را به چالش می‌کشند. این خانمایی که خیلی‌هاشون اومدن این کارو کردن، به نظر من تن غیر جنسی شده رو دارن در ملأ عام در معرض دید قرار میدن و این یعنی دقیقا منطق فضای عمومی متسلب، سفت و سخت و به شدت کالایی شده در جامعه ما رو از این رهگذر دارن به چالش میگیرن و به نظر من این حرکت رو، نمیخوام بگم که اینا هر کدومشون آگاهانه به این معنا این کار کردن، ولی یه نیمه آگاهی وجود داره. بخش دیگر این فصل تازه در زیر پوست شهر چنین برخوردهایی است. این تصاویر واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. از جمله دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در توییترش نوشت رعایت قانون و حقوق شهروندی از جانب مأمورین انتظامی و ضابطین قانونی ضروری و توسل به زور و خشونت در برخورد با اعتراضات مدنی توسط هر کس و در هر حالت و در هر زمان و مکان محکوم است. موضع رئیس پلیس تهران اما چیز دیگری بود. به گفته آقای رحیمی، رعایت شونات اسلامی بر همه شهروندان واجب و لازم است. این افراد با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند بود و پلیس هیچ تعارفی با آنها ندارد. البته آقای رحیمی چندی پیش گفته بود بدحجابان دیگر دستگیر نمی شوند و فقط کلاس های آموزشی برایشان برگزار می شود. از سوی دیگر وزیر کشور با این ادعا که 95% مردم ایران معتقد به حجاب هستند می گوید نگاه دولت به موضوع حجاب یک نگاه مجرمانه نیست. آقای رحمانی فضلی همچنین می گوید نباید موضوع حجاب فقط به گشت ارشاد
نیروی انتظامی و دادستانی ختم شود. زیرا پس از پیروزی انقلاب با شدت و حدتی که به کار بردیم نتیجه مورد نظر را به دست نیاوردیم. با وجود اختلاف نظرها در بین مقامات حکومتی، تغییر ادبیات و گفتمان هم بر سر مسائل زنان و به ویژه بحث حجاب حکایت از فصل تازه‌ای دارد. همین اتفاق هم بین فعالان حقوق زنان افتاده. فعالانی که تا دیروز شاید اولویت را حجاب نمی دیدند، حالا بر سر مالکیت جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب با هم اختلاف نظر دارند. نسل جدید زنان که تنها جمهوری اسلامی را تجربه کرده، حالا اختیارات بیشتری می خواهد. از حق انتخاب پوشش و حق مالکیت بدنش تا ورود بدون قید و شرط به عرصه های سیاسی و اجتماعی. و ساده ترینش ورود به استادیوم های ورزشی. رنگارنگی و تفاوت خواسته ها و به مدنی ترین شکل ممکن اعتراضات را به نمایش گذاشتن نشان می دهد قوانین هم خیلی قابل اجرا نیستند. اما آیا در مواجهه با این نسل و خواسته هایش حکومت در قوانینش بازنگری می کند یا از سوی دیگر فعالان جنبش زنان تغییری در اولویت ها و روش های مبارزاتیشان می دهند؟